بینندگان محترم تلویزیون سپیده استقلال آزادی، سلام عرض میکنم خدمت همگی شما عزیزان. همچنین سلام عرض میکنم خدمت شما. سلام بر شما و شنوندگان و بینندگان فارسی زبان در ایران و در جهان. بینندگان محترم، در سلسله گفتگوهایی که با آقای بنی صدر برای کتاب بسیار توضیح کتاب حقوق پنجگانه داشتیم، این بخش 11 به نظر به اهمیت مسئله حقوق، این رو ما خیلی میشکافیم، یعنی هر بخشش رو با مثال و توضیح این اصول زحمت میکشن آقای بنی صدر، اینا رو توضیح میدن. این شماره رو اختصاص میدیم به حقوق هر جامعه ملی به مثابه عضو جامعه جهانی، از اصل 207 تا اصل 233 اختصاص پیدا کرده به این مسئله. بفرمایید آقای بنی صدر تا من بعد یکی دو اصلش رو که خود من جالب دانستم رو عنوان کنم. ببینید، از امور واقع مستمر یکی این است که تشکیل جامعه جهانی است. اجیان بزرگ اینها خود رو میگن پیامبران اولوالعزم، اونهایی هستن که پیامشون رو برای همه بشر و همه بشر ابلاغ میکنن. از طریق فلسفی هم فیلسوفان پیدا شدن، از یونان قدیم بگیر، در ایران قدیم بگیر، در چین قدیم بگیر، که اینا خواستن که انسان‌ها رو متحد کنن، جامعه جهانی پدید بیارن. مدینه‌های فاضله. آره. مدینه‌های فاضله جامعه جهانی نیست. افلاطون رفت در سیسیل 2 مدینه فاضله آرمان شهر درست کنه. هر دوبار هم به هم ریخت اوضاع. ولی بعضی از مدینه‌های فاضله الگو میخواد، ولی جهانی بودش. آره. فاتحان بزرگ هم کوشش کردن که جامعه جهانی درست کنن. مثلا در خود ایران نادرشاه این خاخامای یهودی و کشیشای مسیحی و روحانیون و مسلمان جمع کرد، گفت این 3 کتاب، یعنی تورات و انجیل و اینا رو با هم قاطی کنید، ازش یک کتاب در بیارید، گوش دین کل بشر، دعواهای به نام دین و این چیزا از میان بر بخیزه. و خب طبیعتا کل این بشر هم تحت سلطنت ایشون باشه. ناپلئون هم این کوشش داشت مثلا اروپا رو یک پارچه کنه، همه اکنون هم اتحادیه اروپا تشکیله. و پس یک امر واقع مستمر. در جریان انقلاب ما مثلا یک سیاست جهانی پیشنهاد کردیم که جهان بر اصل موازنه عدمی یک شورای مدیریت پدید بیاورن کشورهای جهان، که این مسئولیتش برخوردار کردن عموم انسانها باشد از حق صلح و حق رشد، به ترتیب که نیروهای محرکه در سراسر جهان در خدمت انسان و عمران طبیعت قرار بگیرد. از لحاظ پیشرفت علمی و فنی همکنون بشر این توانایی را دارد که بتوانه اگر این 2/3 تولید که تخریبی است رو نکند و اون چه که لازمه حیات هست تولید کند، این در جهان نه گرسنه میماند، نه کودکی از بیدوایی میمیرد، نه این جنگ ها و تخریب ها زندگی رو امکان زندگی رو در بخش های از جهان از بین میبرد، نه محیط زیست آلوده میشود.
اون وقت ما پیشنهاد کردیم. همون زمان هم با تکیه بر اهمیت هویت ملی. طبیعی است که گفتیم اصل موازنه عدمی. هم اکنون هم توضیح دادیم. هر کشوری، در هر کشور هم فرهنگ ها و فرهنگ مشترک اونها و فرهنگ جهانی که به تدریج اشتراکاتش بیشتر بشود که انسان ها بتوانند همدیگر رو بشناسند. به روی هم باز باشند. خب، این پیشنهادی که ما کردیم از بالا حل نمیکنه مثلا. چون از بالا تو تاریخ دیدیم که نشد دیگه، با جنگ اتحاد پدید نیامد. از این برم روسا با مرام کمونیسم این کار خواستن بکنن دیگه. کارگران جهان متحد شوید، شعار شما. و جهان این که اصلا بحث بود که آیا جهان باید سوسیالیست بشود تا طبقات از میان برخیزند یا در یک کشور هم میشود. استالین آورد گفت نه، سوسیالیست در یک کشور هم میشود. شد توتالیتاریسم. استبداد فراگیر عذاب درآمد. 60 میلیون تلف کرد و او جنگ دوم و بعدش بعدم که این نیروهای محرکه عظیمی از بین رفت. و خب پس این باید از پایین بشه به امر فرهنگی و از راه تعمیم برخورداری جهانیان از این حقوق پنجگانه. در واقع این حقوق پنجگانه دنباله همون فکریست که سیاست جهانی پیشنهاد میکرد برای مدیریت جهانی به ترتیبی که توضیح دادم. و این شادنی نیست مگر اینکه جامعه ها در درون خودشون روابط حق با حق بشود، یعنی همه انسان ها از حقوق برخوردار باشند تا بتوانن با یکدیگر هم جامعه ها با هم بر اصل موازنه عدمی رابطه حق با حق برقرار کنند بر وفق حقوق ملی. پس این یک بُعد جهانی دارد. این حقوق پنجگانه خاص ایران نیست. امیدواریم که ایرانی ها بشوند الگو برای جهان، اما این یک فراخوان است به جامعه بشری که میخواهی که این کره زمین محیط زیست سالم بشود که نیست. نسل های آینده در این محیط زندگی بکنند، جنگ از میان برخیزد، جاش رشد انسان به عمران طبیعت بنشیند، این حقوقمند بشود. این پیام این کتاب است، کتاب حقوق پنجگانه. دلیلی هم برای جنگ و اینا و روابط خصمانه و روابط قوا باقی نمیگذارد. خب اگر کشور ما در اون زمان که انقلاب گل رو بر گلوله پیروز کرد بر همون صراط راه میرفت که متحقق به گردانه هدفهای اون انقلاب رو، ما اون الگو شده بودیم و فراخوان ما عرض کنم در رو داشت. همین در حال حاضر هم که ما داریم صحبت میکنیم و در ایران نظریه ها طرح میشه. یک نظر میگه ما باید با اونهایی که فرهنگ مشترک داریم در درجه اول اینا یک مجموعه پدید بیاریم مثل آذربایجان و ترکمنستان و قزاقستان و قرقیزستان و تاجیکستان و افغانستان و حتی پاکستان. بعضی میگوین نه، کل دنیای اسلام باید که مثلا یک اتحادیه به وجود بیاره. بعضی میگن به این که کشورهای سراچه دیگه عدم تعهد هم که پدید آمد دیگه، اون رو باید کامل کرد به جوری که یک مجموعه جهانی بشود. و هنوز هیچ کنون به جایی نرسیده. چون تا حق ببینید، حق با زور گفتم نسبتش نسبت تضاده. کسی به قاعده حقوقمند باشه باید زور رو بذار کنار، خودش از اون رها کنه. اگه دو جامعه ها بخوان به روی هم باز بشن و یک مدیریت جهانی بپذیرن،
باید حق رو بگیرن، زور رو چی کنن؟ رها کنن، یعنی خود خلاص کنن از زور، تخریب، از تخریب باز بیستن و به سازندگی، از جمله ساختن صلح، بنای صلح جهانی و جانشین کردن رشد انسان به جای رشد سرمایه، نشوندن رشد انسان به جای رشد سرمایه تو هم با عمران طبیعت، این کارش که باید کرد. خب پس این حقوق هر کشور به عنوان عضو جامعه جهانی بر این مبنا تهیه شده که شرمنده دقیق بفهمه که این اگر در جامعه های دیگر این حقوق در قانون اساسی اونها نیست، دلیلش این است که در این اصل رو گذاشتن بر روابط قوا. متاسفانه در از لحاظ طرز فکر میکنن که اصلا هر چه هست رابطه قوا است. به کتابی تازه دارم میخونم، یه فیلسوف نوشته، میگه که در غرب میگوین همه چه سیاسته. البته اینا که از ایدئولوژی های غربی عکس کرده بودن در وطن خودمون هم میگفتن، میگه آب خوردن هم سیاسته، نمیدونم خوابیدن، خوردن، همه سیاسته، خندیدن، گریه کردن، همه همه، چون هرچی هست رابطه قوه است. این صاحب کتاب میگه اولا هر رابطه قوایی موضوع علم سیاست نیست و موضوع کار سیاسی هم نیست که بگیم هرچی سیاسته. حالا اگر بگیم روابط قوا همگانی است و همه جایی است و همه زمانی است، خواستی پس این زندگی چیه؟ گره ممکن نمیشد که. خوشبختانه بخشی از مهمی از زندگی رابطه قوا نیست که زندگی توانسته ادامه پیدا کنه. اگر این حضور تنها تنظیم کننده روابط بشود که الان خطرش ایران رو تهدید میکند، اینجا مرگ جامعه بشریه. هر بیماری بدن خودش اون یه تضادی است که ایجاد شده، عارضه شده، وگرنه بدن در صلح با خود به سر میبره که ساله. خب پس معلوم شد که این حقوق بر چه مبنایی به چرا میگیم به عضو جامعه جهانی اگر کشورهای دیگری در قوانین اساسش نیست؟ به لحاظ این است که اونا یا در موقع مسلطن یا در موقع زیر سلطن. به قول کرزای گفت که آقا امریکا زور دارد به ما زور میگوید، اگر ما هم زور پیدا کردیم به امریکا زور خواهیم. آقای روحانی هم که امریکا رو کت خدای جهان میدونه. با این دیدگاه طبیعتا این حقوق اصلا به ذهنش نمیرسه. ما چون بر مبنای موازنه عدمی بوده و اون سابقه هست، البته بعد هم آمدیم در بعد از مهاجرت در همین فرانسه یک سمینار برپا شد که از استادان و محققان در همین پاریس که من هم شرکت کردم، یک مقاله هم دادم به اون به اصطلاح. اونجا که اولین کتابی هم که شما چاپ کردید قسمتش گزارش اون سمیناره، سر اندیشه سیاسی در سقاره که این مبناش چیه؟ مبناش این است که علم و فن در اختیار جامعه جهانی است. آیا این استقلال آزادی معنا داره؟ یا باید نه جامعه جهانی دیگه کشورها ول کنن اون چیز رو، یک جامعه جهانی تشکیل بشه و این علم و فن و دیگر نیروهای محرکه رو به کار بگیره و نیازهای تمام بشر جواب بده؟ یه فکریست که میگم هنوز همچنان در سطح های مختلف تعقیب میشه. اونجا من توضیح دادم به این که بخواهم شدنی باشه، ما یعنی واحد های مساوی که نداریم، یه کشور داریم مثل چین میگن 1600 میلیون جمعیت داریم، رقماش اینقدر بزرگه که نمیدونیم که 2300 تا این برمار خیلی فرق نمی کنه. هند داریم به همین قیاس، امریکا رو داریم اونجور، یکسان نیست که، جامعه های هم داریم خیلی کوچک. خب اینا اون بزرگا نمیپذیرن که اینا مساوی در یک مجمعی بشینن رأی مساوی داشته باشن. الان تو شورای امنیت
به حق به تو برای خودشون قائلن. این تنها بر اصل موازنه عدمی بنابراین استقلال و آزادی ممکن هست این جامعه جهانی رو پدید آورد که بتوانه صلح رو تامین کنه در همه جا و نیروهای محرکه رو در اختیار همه انسان ها قرار بده. پس بر این مبنا ما توانستیم این حقوق رو مثلا بیابیم، یعنی پیشنهاد کنیم به جامعه های بشری، اول به جامعه خودمون و بعد به همه جامعه های بشری، تا اینها بتوانند در یک جهانی خالی از جنگ تحت یک مدیریت مردم سالار زندگی کنند. حالا شما سوال دارید؟ هر کدوم از این بندها برای خودش بدیه، چون در هیچ قانون اساسی نیومده. نمیدونه آدم از کدومش بگه. من این یکیش هست که اصل 129 میگید رشد مرامی نیست که کشوری به کشور دیگر تحمیل کند، از این رو رشد انسان و آبادانی 229 از این رو رشد انسان و آبادانی طبیعت بر اصول استقلال آزادی و بر میزان عدالت اجتماعی اصل راهنمای مدیریت جهانی و تمامی کشورهای عضو است. لذا مخالفت با تصدی رشد کشوری توسط کشور دیگر از راه تحمیل شیوه رشد خود حق و وظیفه جامعه جهانی و هر یک از اعضای آن است. و بعد در اشاره بکنیم به نقش سازمان ملل در عصر 233 بنابراین تبدیل سازمان ملل متحد از وسیله تقسیم جهان به مناطق نفوذ که الان میکنه در واقع و حل و فصل امور به دلخواه قدرتمندها به سازمانی برای مدیریت مردم سالار جهان، به ترتیب که صلح جهانی پایدار بگردد و شهروندان کشورهای جهان بر پایه استقلال و آزادی و بر میزان عدالت اجتماعی رشدی هماهنگ بیابند، طبیعت سلامت بازیابد و آبادان بگردد، هدفی است که باید جهتیاب سیاست خارجی هر کشور بشود. تا اینکه حتی وارد این امر شدید که در مثلا منابع طبیعی بسیار بسیار مثلا اصلی است که خیلی جالب بود، از جالب هست از دید من. بگذاریم از اونجا که نقش ماورا و ملی ها رو مثلا در اصل 217 سه بیان میکنید، از آنجا که ماورا و ملی ها مهار نیروهای محرکه و تولید و توزیع را در اختیار دارند و چند و چون به کار افتادن این نیروها را آنها تعیین میکنند و آینده را نیز از پیش متعین میسازند، مدیریت جامعه جهانی باید مهار ماورا و ملی ها را از آن خود کند و با در اختیار همه جامعه ها گذاشتن این نیروها خاص سرمایه، دانش و فن و کارمایه و مواد اولیه رشد هماهنگ جامعه جهانی را تضمین. درست عکس این جهانی شدن که در حال در واقع سلطه ماورامیلی هاست بر جهان. این خود این جهانی شدن هم گفتم امر واقعی مستمر را دیگه، پدیده جدیدی که میگه اقتصاد این کار را انجام میده، یا اون چی بود یوکویاما که اصلا گفت تاریخ تمام شد دیگه، سرمایه‌داری لیبرال پذیرفته شد و دموکراسی های لیبرال و اینا دیگه جهانی خواهد شد. اینا این جهانی کردنی که سلطه ماورای ملی هاست، یعنی فراگیر شدن، چون سرمایه‌داری نه تنها کل کره زمین رو در حال حاضر به مهار در آورده، بلکه آینده ها را هم پیشخور میکنه، از پیش متعیم میکنه، تازه چش دوخته به فضا که ببینید کجاهای دیگر را هم میشود اونجا را هم فرا گرفت. اسمین هم گذاشته جهانی کردن. در واقع در این جهانی کردن فقر است که در بخش بزرگ از جهان گسترش پیدا میکنه، تمرکز ثروت است نزد یک اقلیتی. این است که یه تحقیق دیگری هم اقتصاددان غربی انجام داد، سرمایه‌داری در قرن بیستم،
31 این بسترر بسترر پرفروشترین کتاب هم شد. او توضیح میده که چگونه این نابرابری ها مرتب در افزایش هست. خب این جهانی کردن ایست که نامطلوبه که در خود غرب هم همینجوره، مرتب این نابرابری ها افزایش پیدا میکنه. الان شما در فرانسه ببینید که این رئیس جمهور جدید آمده یک قانون مالیاتی رو آقای ترامپ هم تو امریکا هم کار کرده گذارنده که بنابر اون ثروتمندها از یک مالیات که میپرداختن مالیات بر ثروت معاف شدن و چند میلیارد این کسی به کسی اونا رفته. تخفیف های دیگه هم داده بهشون، مالیاتی دیگه هم داده که فرض این که اینا این ثروت ها بشه سرمایه که نشده. حالا تولید هم آهنگش کند شده، نتیجه این که درآمد دولت کاهش پیدا کرده. حالا کمبود دولت زیاد شده، از کجا باید تامین کنه؟ از مالیات بر مردم، سراغ مردم فقیر. قیمت بنزین و گازوئیل و اینا بالا رفته و سنجش افکار جدیدی که انجام گرفته میزان محبوبیتش پایین آمده به 34%. میگه مردم فرانسه دیگه حالا او رو رئیس جمهور ثروتمندها نمیخوانند، رئیس جمهور ضد حقوق سرکش های وسیع کم درآمد میخوانند. اینها به ما یه درس بزرگ میده. اون درس اینه که جهانی کردنی که از راه قدرت سرمایه انجام میگیره یا از راه قدرت نظامی انجام بگیره، این محکوم به شکسته. به قول مدرس گفت رفت در سفر مهاجرت که جنگ اول اینا کشور اشغال نظامی شد و اونا مهاجر شدن و در عثمانی، خاک عثمانی، یک روز با خلیفه عثمانی دیدار داشت، مفتی اعظم هم اونجا بود. خلیفه شروع کرد که بعد هرچی ما میکشیم از این اختلاف بین خودمون است و اینا بیگانه ها بر ما مسلط شدند و مدرسم که آدم صریح بود دیگه گفت که کاری که نمیشود چرا باید گفت؟ اون اتحادی که شما بر جهانیان بر بقیه حاکم باشید، بقیه زیر بار نمیرن. اون اتحادی هم که همه برابر باشن شما نمیپذیرید. و گفت جد ما علی ابن ابی طالب میخواست که میگو عرب و غیر عرب برابر، عرب زیر بار نرفت. سلطه عرب بر ایران امویه خواستن عمل کنن، ایرانی زیر بار نرفت. پس باید بریم روی خطی که همه بتوانن در اون اتحاد شرکت کنن و این رو برای زندگی خودشون نعمتی بدانند، نه اینکه یه اتحادی بهشون تحمیل بگو بکنیم که این دائم میبینه دوشیده میشود به سودی اون یکی که میگه ما با هم متحد شدیم جهانی شده، ولی خوردخواب، نوع خوردخواب تو رو من تعیین میکنم، قیمتی هم که باید بپردازی من تعیین میکنم، منابعت هم باید در اختیار من باشه، نیروی کارت هم باید در اختیار من باشه. این که بردگی جهانی است که ممکنه میخوایم انسان بشریت برده سرمایه‌دارها بشن، ما میخوایم جهان رها بشود از این سالاری ها، از سرمایه سالاری و نمیدونم نظامی سالاری و دولت سالاری و حزب سالاری و دین سالاری. و دین برای سالاری که نیست، دین برای این زندگی مستقل و آزاد باشه. خب چون چنینه، پس میباید راهکار دیگه ای به بشر پیشنهاد کرد. ما مفتکر شدیم که این راهکار به بشر پیشنهاد کنیم، اینکه بر مبنای این حقوق میتونیم ما جامعه جهانی ایجاد بکنیم که همه انسان‌ها رشد هماهنگ بکنند و نیروهای محرکه
در واقع ماوراءالمعنی ها که در حال حاضر دولت ها را هم مهار می کنند، اینها به مهار اون مدیریت جامعه جهانی در بیان و در خدمت رشد انسان ها قرار بگیرند. جدا بینندگان محترم، این کتاب خوندنش من شخصا در یک جمله دو جمله حس شخصی رو عرض می کنم، آنچنان گشادگی سیره ایجاد میکنه و انسان در خودش رو وقتی یادآوری میکنه تمامی حقوقی رو که داره، که خب خیلی بیشتر هم ممکنه باشه و ما از غفلت کرده باشیم، آنچنان انسان رو، مغز انسان رو باز میکنه و چشمانداز بسیار وسیعی برای آینده هایی که در تحقق اون آرمان الان در حال حاضر هم ما شرکت خواهیم داشت، خود رو در این حال که در حال هستیم در آینده و در نسل های آینده هم میبینیم، که به نظر من کسی شروع میکنه به خوندنش نمیتونه تا پایانش نرسیده این رو کنار بگذاره. بسیار من امیدوارم حاصل عمره، یک عمر تحقیق و تجربه و انسان هایی که اینها به این نتیجه رسیدن که مبارزه سرانجام پیدا نمی کند اگر این با حقوق شروع نشود و هدفش متحقق کردن حقوق نباشد. اون در حال حاضر در غرب هم این مسئله طرح شده، سیاستی که تا حالا در علم سیاست گفته می شد هدفش رسیدن به قدرت، حفظ قدرت، به کار بردن قدرت هست و ما بگم که قبل از انقلاب این رو نفی می کردیم در بحث با این چپی های مثلا که ما اونا رو چپ نمی دونستیم، می گفتیم چپ واقعی ما هستیم، برای اینکه ما هستیم که هدف استقلال آزادی انسان است. شما میگه هدف مبارزه سیاسی قدرت است، قدرت که تولید می کند این حاکمیت اقلیت رو بر اکثریت. غیر ممکنه اون جامعه آرمانی که شما می خواهید با قدرت، این شدنی نیست، با نفی اونه که شدنی است. و ما پیشنهاد می کردیم هدف سیاست رو به عنوان و روش حد استقلال آزادی که خود روش خیشه، انسان ها استقلال آزادی رو که تمرین بکنن میشوند به تدریج این از غفلت ها رها میشوند و خود رو انسان مستقل آزاد و خلاق باز مییابند. به این ترتیب میشه که جامعه ها تغییر بکنن و انسان ها بپذیرن که خود اونها هستن که باید تغییر کنن تا تغییر بدهند. و این اصول مثلا حقوق پنجگانه، خصوصا اون چی که مربوط میشه به حقوق هر جامعه به عنوان عضو جامعه جهانی، بدونی که به سیاست این معنا را بدهیم تحقق پیدا نمی کند. طبیعتا حالا در حال حاضر هم دولت ها ضعیفند چون ماورابندی ها بر اونها حاکمند. هر چپ هم که میاد در اختیار اونهاش، راست هم میگه اصلا بسته دیگه، ساختار بسته ایست. اگر این تغییر بدیم این معنای سیاست رو که هدفش استقلال آزادی، روش هم استقلال آزادی و حقوقمندی است، اون وقت مدار باز میشه و وقتی مدار باز شد میشود رها شد و رها کرد. امیدوارم که ایرانی ها پیش قدم بشوند و این حاصل عمر تقدیم مردم ایران و الگو شدن اونها سبب می شود که این راهگشا باشه برای مردم جهان. شاد و پیروز باشید.